Il se fait dans sérieux. La flèche, oui. Oui, mais Plège, le village. Il est à côté. Quel rêve de femme tu as fait à l'époque devant le CSA? Combien de jours? 40. 40 jours. Oui. 40 jours, c'est énorme. J'avais fait une fois avant. Avant 96, tu avais fait ça? تنها همینم نبود عشقش به ایران درست همون روزای سالهای 1980 اولین آهنگی که درست کردن که لوگوی این رادیو بود لوگوش بود شما دیدین لوگو اولش این کلاهای فر و حریر نشون میدیم اینا نه اول لوگویی که درست کرد یک خواننده بزرگ فرانسوی خوند یک آهنگساز بزرگ فرانسوی آهنگ گذاشت و این خودش پارولش رو نوشت شعرش رو نوشت ترانهش رو نوشت تو ترانه خیلی قشنگه گوش کنید ببینید یک چیزی دیگه هم نشون میده ایران از شکوه ایران و زرتشت توش گذاشت تا الان 40 خورده سالی که این لوگو داره پخش میشه و برای این رادیو هنوز که هنوز زرتشت نامش رو جیدی دوبلش زنده نگه Parfois se joue des apparences pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en camon, Robin des Bois. Chacun son tour conduit la danse. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en camon, Robin des Bois. Chacun son tour conduit la danse. بسیار مهم دیگه که الان باید با آگاهیتون برسم اون اینه که ما الان با همبستگی پیروز میشیم یعنی همبستگی رمز پیروزی است ولی دشمن زیاد تلاش میکنه که همبستگی را از بین ببره ما باید همه رنگ ها موزاییک ایران باید با هم متحد بشیم ایران تجزیه نمیشه جنگ داخلی هم نمیشه اتحاد که باشه به پیروزی میرسیم در این اتحاد یادت نره اتحاد که من با خودم تو آینه که روایت بکنم که چون آخه از وقتی دولت موقت ما معرفی کردیم که رنگا رنگ همه توش هستن هر تباری و هر اندیشه توش هست حالا امکان داره با خیلی من مخالف باشم اندیشه و فلان اینا ولی چون اندیشه هست تو مملکت هست تو مخالف یارو زنگ زده آقا البته یکی دوتا ولی همه چون خیلی خودمونه بگم آقا ما با همه اینا ما مخالفیم غیر از یه نفر خب بودم تو خود چند نفر دنبالی دار که تو باید با یک نفر چون خالی بعدم دموکراسی همی یعنی آزادی همی خودتو توش ببینی همش که توش باشی که دموکراسی نمیشه که این رضا پهلوی رو شما تا الان نشناختین 40 ساله داره حرف میزنی برای این که بشناسینش دموکراسی یعنی همه یعنی همه یکی دیگه آقا این خانم موهاش فرفریه آقا این خانم دهاتیه مگه تو کجایی هست این خانم ببین چند تا هوادار داره چند تا فن داره تو این دختر که اومدن تو خیابون روسریشون رو دارن مثلا این خانم حالا تو حسودیت چون میشه حسودیت میشه ها حسود آقا این یکی دیگه این آقا مامور مامور جمهوری اسلامی آقا اینا شخصیت های برتری هستن که جهان رو دارن میگردونن کمپانی بزرگ جهانی ناسا رو داره میگردونه فیروز نادری کی جرأت داره بیاد پشت سر این حرف بزنه جز جمهوری اسلامی و یک سری آدم لاتپات حسود خیلی از مشکلات درگیر ما از حسادته تا میبینن یکی با من خوبه من با یکی خوبم از حسادت یک توطئه میکنن که ما رو دعوا بندازن مثلا این یاسمین امکان داره با شوهرش مختج اشکالاتی داشته باشه خانم پهلوی را عرض میکنم یاسمین عزیزم یاسمین مادر نور نور عزیزم آقا اومیان میگن که فیلم مونتاژ میکنم که یکی میگه رضا شاهرو حد شاد بعد ایشون میگه که نه نکنین این کار دعوا میشه بعد این مونتاژ میکنن چون واردن اینقدر هم قشنگ مونتاژ میکنن که برای 50 نفر که همه جا میذارن بعد یا 20 نفر من زنگ میزنن آقا این چه حرفیه ایشون آمده زده اینا خب ما نصیحت میکنیم دیگه ولی ببینیم نه آقا طرف هوادار رضا شاه هم هست رضا شاهیه این تا این حد اینها توطئه گرن زن و شوهر رو به هم به جون هم میندازن یه بار اومده بودن ایمیل ها یه دختری که فوت کرده بود وجود نداشته بود برای زن یکی فرستاده بودن یارو مرده که اینو با درگیر کنن
اینه که کلکا هم هست، اینا رو زرنگ باشین. یا مثلا میان یک عکس میفرستن از نور پهلوی، آقا نگاه چی لخت بود، میگم احمق تو که همون حزب اللهی هستی، خاک بر سرت کنن، تو که همون هستی که با چادر و چاقچوری، شما که خودتون از حزب اللهی بدترید که یه کسی، یعنی اگه لباس راحت، دنیا عوض شده به چای خارما. چی بگم به اینا، اون زمان چادر و چاقچور و روزلی و اینجا بسته باشه، اونا تموم شد. بچه آزاد هر جور لباس میخواد بپوشه، دختران ما آزادن به لباس پوشیدن. دنیا تو باید مشکل داری خودت بری حل کنی، مشکل خودت حل کنی که تحریک میشی. بدبخت، زیبایی رو باید نشون داد در جهان. شما در نظر بگیرید که دختری مثل نور پهلوی ایران رو نمایندگی بکنه بهتره یا این فاطمه کمانده ها؟ احمق، حسادت از هر جور. بعد جالبه یه روز میادم گفتن آقا این فارسی حرف میزنه که ما فارسیش پخش کردیم، به زبان فارسی، پارسی صحبت کرد پارسی. بعد گفتیم 5 تا زبون بلده ایشون، فرانسه بلده، انگلیسی بلده، بلده. ایشون باید انگلیسی صحبت کرد در رابطه با گزارش سنا و گسترده و پخش کرد. بازی حسودا، آ میبینی تو چجور شکسته پکسته فرانسوی حرف میزنه. خیلی جالبه، یک نفر که اینه به من گفته، من چون آدم های چیزی که اصلا جوابشون نمیدم، ولی یکی که اینه گفته بوده جای من، خودم بهش زنگ زدم گفتم حالت چطوره، خیلی خوشحال شد اینا. گفتم سن خوبی سن، شروع کردم باید فرانسوی حرف زدم. گفت آقای هاوستو من فرانسوی بلد نیستم. گفتم اوکی از نات پرابلم آی اسپیک انگلیش ویت یو. گفت نه من انگلیسی هم بلد نیستم. نه نگاه کن. گفتم انت عربی بس، انا بحکی مک بالعربی، شو بدک بدک لبنانی سوری. گفتم من باید عربی حرف بزنم، سوری حرف بزنم، لبنانی، تونسی، چه زبون عربی رو، چون لهجه مختلف. گفت بابا من ایرانی خالصم، آیا بستو با من ایرانی حرف بزن، من ایرانی هم. گفتم قربونت برم، تو اگه ایرانی هستی کجا میدونی نور پهلوی که با اون قشنگی فرانسه صحبت کرده تک 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 کرده. آقا همیزا شوخی کردم، معذرت میخوام، مال ببخشید بابا شوخی کردم. گفتم مرسی که تو رفتی نوشتی اونجا، برو اونجا رو پاک کن، اون مزخرفاتی که نوشتی. گفتم با قشنگ یه داره فرانسه حرف میزنه، تو تختی اون مزخرف مینویسی، کسی که زبون مثل خودت بلد نباشه فکر میکنه تو راست میشه. همینجوری دیگه در جهان الان اینجوری شده، متاسف جهان اینطوری شده، زدیت با زن اینها دارن. بعد زن رو نمیتونن در اون بالا شکوفا ببینن، میخوان همه چیز دریو کن. رضا پهلوی هم امروز با خودش میگه آقا من نمیخوام شاه بشم، خودش گفته و میگه نمیخوام شاه بشم. ها جانشین شاه انتخاب شده، دخترشون نور پهلوی. حالا اونا که موافقن و اونا که موافق نیستن، جمهوری قبول دارن، اونا مشکل، هر کسی پای صندوق های رأی نظرش مشخص میشه. من که نمیخوام اندیشه خودم رو به ملت ایران تحمیل کنم، تو هم که اجازه نداری اندیشه خودت به ملت ایران تحمیل کنی. ولی شیر و خورشید تو خون ماست، شهریاری برای ایران تو خون ماست. حتی ما جمهوری هم از این نمیگیم، جمهوری به جمهوری هم میگیم شهریاری، یعنی یار شهر بودن. شهریار یعنی حسادت رو میزنی کنار. این به عنوان سخنگویی که چند زبون بلده، الان جوامع مختلف دارن راه میره میبینه. باور میکنین مجامع بزرگ جهانی که از جلوش هم شما ها که سر بعضی نمیتون رد بشن، دلشون میخواد رضا پهلوی رو دعوت کنه اونجا باشون صحبت کنه. همون جایی که بنده خودم 10 سال پیش 15 سال پیش قاطع به شما بگم، وقتی پیشنهاد میکردم نمیپذیرفتن. البته همون سالی هم که زمان ژاک چیراک ایشون ممنوع سخنرانی بود توی فرانسه، من براش جور کردم که باید سنای فرانسه صحبت کنم اون سال. اون موقع الان هم جا افتاده، یعنی جا انداختیم، قضیه هم تمومه. ولی هر کسی میتونه سخنگوی خود چه داشته باشه. شما اونایی که مخالفن، ولی که میگه مرگ بر ستمگر چه فلان باشه، بابا ستم هر چی بوده از اسلام بوده، بیمار شده از آخوند و شیخ و ملا بوده، از روسیه بوده، از چین بوده، از انگلستان بوده، از آخوندها و روحانیت بوده، احزاب چپی که ساختن چپ هم پادشاه گفت شاهنشاه سرخ و سیاه بوده. آدم بشیم، آدم بشیم. سخن بسیار است، شاد باش. بهتون میگم سال 2023 سال بسیار خوب و شادی داشته باشید. اهورامزدا با شماست و به برادر مهندس امیر شجره عزیز دبیر کل این تلویزیون شاد باش میگم سال 2023 رو. امیر جان واقعا ازت سپاسگزاریم به خاطر این همه مهری که به ایران داشتی تا این سالها و این تریبون رو پا بر جا نگه داشت.